پاکستان، مخمصه دیگر برای نخست وزیر سابق این کشور عمران خان. پلیس پاکستان او را متهم به نقض قوانین ضد تروریسم می‌کند. یک روز پس از آن که او مقامات این کشور را به شکنجه دستیار نزدیکش متهم کرد، آنها مشاور من شهباز گیل را دستگیر کردند. او را ربودند، به بازداشتگاه بردند، لختش کردند و کتکش زدند. من تا 3 روز از این ماجرا خبر نداشتم. وقتی وکلای من به ملاقاتش رفتند، متوجه ضرب و شتم شدید پلیس شدند. امریکا به سرعت موجب بالا گرفتن تنش‌ها در پاکستان شد و حامیان عمران خان را به خیابان‌ها کشند. ما مردم به صحنه اومدیم. میتونین ببینین که بچه‌ها هم اینجان. مردمی که حتی توان بیمارستان رفتن رو هم ندارن، خودشونو به اینجا رسوندن. مردم پاکستان به این نتیجه رسیدن که کشور نیاز به یک انقلاب داره. انقلابی که خواهد آمد و چنین هدفی دور از دسترس نیست. حرکت آزادی خواهانی مردم داره به هدف خودش میرسه. این واکنشی از سمت مردم به اینکه هیچ ارتشی، هیچ نهاد امنیتی، هیچ نیروی شبه نظامی نمیتونه رو در روی مردم کشور بایسته. ما منشأ اقتدار نیروهای نظامی من هستیم. قاعده ای که درباره قدرت نهادهای قضایی هم صادقه. اونا نمیتونن برای 20 میلیون نفر از مردم کشور شاخشونه بکشن. از زمان برکناری از قدرت در ماه آوریل، عمران خان تبدیل شده است به یکی از منتقدان سرسخت دولت و ارتش. پرسش من از ارتش این است که آیا به راستی شما بی‌طرفید؟ اگر نیستید بگذارید همه بدانند. چرا دارید کشور را به سمت تباهی میبرید؟ اگر شما مجبورید که طرف دولت فعلی را بگیرید، فکر کرده اید مردمی که در 30 سال گذشته آنها را دزد و چپاولگر خواندند این را فراموش خواهند کرد؟ اکنون که شما در حال حمایت از آنهایید، فکر کرده اید ملتی که این حاکمان را نمیخواهد دیگر آنان را دزد خطاب نخواهد کرد؟ قطعا خیر. با این حمایت چهره خود شما نیز در حال مخدوش شدن است. برکناری عمران خان از قدرت برای اولین بار در تاریخ این کشور با رأی عدم اعتماد مجلس صورت گرفت. سرنوشت همه نخست وزیران پاکستان از بدو تشکیل این کشور در یک مورد یکسان بود: به پایان نرسیدن دوره تصدیگریشان بر دولت، خواه به دلیل استعفا، خواه به دلیل کودتا، خواه به دلیل ترور و حذف فیزیکی. باز شدن پرونده اخیر علیه عمران خان، بالاترین تنش بین دولت فعلی پاکستان و نخست وزیر سابق این کشور است. آن هم در شرایطی که ماه گذشته تحریک انصاف پاکستان، حزبی که خود او پایه‌گذاری کرده، توانست با شکست رقبای خود کنترل یک مجلس مهم استانی در پنجاب را به دست بگیرد. بسیاری از ناظران این پیروزی حزب عمران خان را نشان از محبوبیت وی دانسته و پیش بینی کردند که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام وی پیروز آن خواهد. امریکا عمران خان به وضوح به آن چشم دوخته. محسن ایزدی، لندن.